درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، 11 از ماه جولای. در روزهای چهارشنبه مدتی است در باب خواجه حافظ صحبت میکنیم. حافظ شیرازی، یکی از بزرگترین گویندگان زبان پارسی، و علت شروع این مطلب روشن شدن بعض قضایاست در باب سخن و اندیشه حافظ. و همونطور که مطلع هستی خدمتتون عرض کردم که اون چه ما غزل حافظ مینامیم در حقیقت حاصل برخورد جریانات مختلف فرهنگی است با ذهن این مرد نابغه، و اگر این عناصر نمی بودن ما این غزل ها رو نمی داشتیم. این یک امر بسیار واضحی است. مقصود اون که این که میگویند لسان الغیب و اینجور داستان ها، عرض کردن وقتی کشوری، ملتی، فرهنگی به انحطاط رفت، به همه ارزش های نیک خود هم رنگ انحطاط میزند. نه آقا، لسان الغیبی نبود، از غیب چیزی نمیاد. این جریانات انسانی هست، شعر و هنر یک امر انسانی هست. غیب چیزی، مطلب غیب نمیفهم غیب یعنی چه. باری پرداختیم به این عناصر که اینها مجموعاً در تولید این 500 غزل نقش داشتن. یکی جریانات عرض کنم که تاریخی بود، حوادث تاریخی، یکی مراتب مربوط به موسیقی بود و شراب و تصوف، و امروز هم تأثیر گذشتگان رو این دو هفته است برای شما خواندیم از اشعار دیگران که چگونه حافظ از آنها به قرض کرده و استعاره کرده، در حقیقت عاریت گرفته. و عرض شود که در بسیاری موارد بهتر گفته، و وارد بحث سرقات شدیم. سرقات جمع سرقت هست. این یک بحثش در ادبیات قدیم، در نقد ادبی روزگار قدیم، سرقات یک بحث مهمی بوده، به خصوص در ادبیات عرب. در کشور خود ما زبان فارسی هم آثاری در این زمینه هست. اگر رجوع کنیم عرض کنم، مثل عرض کنیم که اونچه رشید الدین بطوات نوشت، حدائق السحر، و عرض کنم این کتاب بسیار مشهور المعجم فی معاویر الاشعار العجم از شمس قیس رازی، اشارتی دارد در پایان کتاب به این بخش سخن سرقات، و آثار دیگر هم هست. اجازه فرمایید که بنده یک غزلی از حافظ تقدیم کنم به اون هموطن نابینای بسیار گرامی، که گفتن وقتی شما غزل رو میخوانید من حفظ میکنم. با اینکه سخن بیشتر در باب حافظ بوده است، این چهارشنبه شبها به خاطر ایشان یک غزل از حافظ میخوانیم تقدیم به این هموطن بزرگوارمان. بله، اگر نباد غم دل زیاد ما ببرد، اگر نباد غم دل زیاد ما ببرد، نهی به حادثه بنیاد ما سجا ببرد. اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر، چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد. فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک، که کس نبود که دستی از این دغا ببرد. فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک، که کس نبود که دستی از این دغا ببرد. این غایبانه باخت فلک، این مفهومی است که گونگون در شعر حافظ بیان شده است. راز درون پرده چه داند فلک خموش، این مدعی نزاع تو با پرده دار چیست. مفهوم خیامی است تقریبا. قصد از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. یعنی این حیات ما و ممات ما و زندگی ما بدون اختیار ما در جای دیگر رقم زده شده است. این تصویر هولناک حافظ به دست داده است. فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک، که کس نبود که دستی از این دغا ببرد. این غایبانه باختن از قدیم معمول بوده، امروز هم معمول هست. بعضی شطرنج بازان غایبانه شطرنج میزنن. ممکنه یکی کسی در استرالیا باشه، یکی کسی در آلاسکا،
و غایبانه شطرنج بازی کنه با اون شخص و از او ببرد. امروز هم هست، در رودبار قدیم هم بوده، غایبانه باختن. در این فلک و این عرض میکنم تشکیلات هستی بدون وجود ما با ما قمار کرد و از ما بود. کسی نبود که دستی از این و هیچ کس از این قمار باز بزرگ نبرد. تصویر فوق‌العاده است نه؟ فقان که با همه کس غایبانه باخت فلک، که کس نبود که دستی از این دغا ببرد. همه رو مات میکنه فلک. جای شکرش هم البته هست، چون اگر بعضی آدم ها میباستی میموندن روی این کره خاکی چه فسادی برپا میکردن. فقان که با همه کس غایبانه باخت فلک، که کس نبود که دستی از این دغا ببرد. بله، گذار بر ظلمات است خضر راهی کو، مباد کاتش محرومی آب ما ببرد. دل ضعیفم از آن می کشد به طرف چمن، که جان ز مرگ به بیماری سبا ببرد. طبیب عشق منم با دده، که این معجون فراغت ها آورد و اندیشه خطا ببرد. می همون میست که عرض کردم خدمتتون، تنها داروی درد اندیشه بوده. بله، هوا تر می به ساغر، من ملول از فکر هوشیاری، اگر اندیشه دیگر نمی کردم چه می کردم. چرا گویند در خم خرقه صوفی فرو کردی؟ به زهد آلوده بودم، گر نمی کردم چه می کردم. این همون من بودم. طبیب عشق منم باده ده، که این معجون فراغت آورد و اندیشه خطا ببرد. به سوخت حافظ و کس حال او به یار نگفت، مگر نسیم پیامی خدا را ببرند. بله، غزل کوتاه اما یک جهان معنی از حافظ بزرگ. خب، هر سبت که اجزه بدید که من یک داستان خیلی کوتاه هم از باب هفتم دوستان برای شما بخوانم. بله، در عالم تربیت صفحه 187 تصحیح مرحوم فروغی، همون سیاستمدار بزرگ. مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار. این دانشگاه های نظامیه رو عرض میکنم که یک مسابقه ای بود در روزگار قرن ششم برای باز کردن مدارس. خواهی نظام الملک که ثروتمند بسیار بزرگی بود و تقریبا میشود گفت ایران رو هم بین پسران خود تقسیم کرده بود و شافعی هم بود، آمده بود و دانشگاه ها ساخته بود، نظامیه در اصفهان، جاهای دیگر، و مشهورترین نظامیه بغداد بوده. وقتی مدارس ساخته میشد این نبود که یک مدرسه باشه، یک کامپلکسی بود، یک مجموعه ای بود از تشکیلات مختلف، کتابخانه و دکانهای مختلف و مساجد و تشکیلاتی داشت. خلاصه اینا با هم ساخته میشد. دوستان، یک دانشگاه اون روزگار نظامیه بغداد بسیار معروف بود. عرض میکنم که سال تحصیلی که آغاز میشد رسمی داشت، داستانی داشت، خلیفه می آمد، عرض میکنم بزرگان می آمدن، استاد سخن میگفت، حکایتی بود خلاصه. و سعدی در اونجا تحصیل میکرد. بله، سعدی شاگرد نظامی است. علاقه که سعدی به بغداد دارد به جهت آن است که روزگار خوشی، روزگار جوانی سعدی در اونجا بوده. انسان هر کجا روزگار جوانیش رو بگذراند به اونجا علاقه پیدا میکنه. بله، و بعد در دورانهای بعد این حس دلتنگی و نوستالژی رو داره نسبت به اونجا. بله، خب، مرا در نظامیه ادرار بود، یعنی ماهیانه میگرفتم، اسکالرشیپ میگرفتم. اینا از موقوفات به مدارس و دانشجویان اسکالرشیپ میدادن. من اونجا درس میخوندم و اسکالرشیپ هم میگرفتم. شب و روز تلقین و تکرار بود. این شیوه درس خواندن قدیم تلقین و تکرار بود. این داستان‌های زبان عربی و صرف و نحو و فقه و اینا دائم مثل عرض کنم که مثل کبک می‌خواند، با هم تا شام باستی می‌خواندن، ور می‌زدن در مدرسه.
رسمش هم این بود که استاد می نشست بر روی یک جای بلندی، منبری، یک شاگردی داشت و استاد می گفت، شاگرد تکرار می کرد و بعد همه می رفتن به هم تلقین می کردن، تکرار می کردن، اینا رو یاد بگیر. مرا در نظامی، یک جهان تاریخ هست در این بیت سعدی، مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. مر استاد را گفتم ای پرخرد، فلان یار بر من حسد میبرد. یک دینی هم داشت این مدرسه، رئیسی داشت که روزگاری عرض کنم که ابو حامد امام محمد غزالی اونجا ریاست نظامیه رو داشت که بعد رها کرد. بمانند بعد رفتم پیش استاد گفتم آقا استاد این فلانی به من حسد میبره، حسود این هم کلاسی من، چون من داغ معنی دهم در حدیث، براید به هم اندرون خبیث. این نمیتونه تحمل بکنه این عرض کنم مهارت های منو در امر حدیث و اینها. شنید این سخن پیشواوی ادب، به تندی برآشفت و گفت ای عجب، حسودی پسندت نیامد ز دوست، چه معلوم کردت که غیبت نکوس. گر او راه دوزخ گرفت از خسی، از این راه دیگر تو در وی رسی. خب حتی معلوم شد، استاد گفت برآشفت، استاد گفت مرد حسابی، حسادت رذیلتی است، اما کی به تو گفت که غیبت چیز خوبی است؟ اگر اون به واسطه این کار زشت و این گناه به دوزخ میره، تو هم از راه دیگر، یعنی اون از راه حسادت، تو از راه غیبت به دوزخ میروید. به همین یکیش هم اگه عمل میکردیم خیلی وضعمون از این بهتر میبود. پشت سر بابا داریم غیبت میکنیم، خود آقا وارد میشه. آقا قربان تعظیم عرض کردم، همین الان ذکر خیر حضرت عالی بود. بفرمایید بفرمایید. از ستایی میرشینن پشت سر یک کسی دیگه، چه چیزها، یک مرتبه آقا وارد میشه هر ستا، قربان تعظیم عرض کردم، و همین الان ذکر خیر حضرت عالی بود. بفرمایید بشینید. چهار نفر میشن بعد. اینا فرهنگ دیکت، نه که ما آدمای بدی باشیم، فرهنگ استبداد همینه، چون در محیط استبدادی سانسور هست، خفقان هست، وقتی انسان نتوان حرفشو مستقیم بزنه غیبت میکنه. باری این داستان سعدی من داره به یاد بعضی دوستان خودم انداخت، زنگ میزنن از اون نمیزنم دور افتاده ترین نقاط جهان، آقا فلان لومپک بر سر شما این رو میگفت، ما ارادت داریم به جناب عالی، اون رو میگفت فلان یار مرد حسابی. حالا ما که چیزی نمیگیم آقا، شرم حضور اینا، ولی آقا اگر شما راست میگی و ارادت داری، ارادت زمانی به من ثابت میشد که خودت زنگ میزدی و از ارزش هایی که فکر میکنی، عرض میکنم که اندکی بالاتر از اون ارزش هایی هستن که اون شخص دیگر ارائه میکنه، دفاع میکردی، نه اینکه به من زنگ بزنی حرفای اون لومپن رو برای من تکرار کنی. باید یه چیزی یاد بگیریم، به هر صورت این تجارب گذشتگان ماست، این خرد گمشده ماست، این متعلق ما بوده، اینا تجارب ما بوده، چگونه ما میتوانیم یاد نگیریم؟ خب اجازه بدید که عرض شود که از این هم بگذاریم، برویم بر سر این مطلب سمینارها. سه سمینار در پیش داریم، یک سمینار همین هفته است در باب انقلاب پربرکت اسلامی که در این شهر فرشتگان هنوز این بنده ناچیز یک تحلیل بدون حب و بغض ندیدیم. یک تحلیل این است که مغرب زمین وحشت کرده بود از این عظمت ما و اعلی حضرت و اینا، ترسیده بود، آقا شبا خوابشون نمی برد، ترسیده ما دنیا رو بگیریم. حالا چه شده بود؟ همش 18 میلیارد در سال درآمد نفت ایران پیدا کرد، 18 میلیارد برابر غذای سگ و گربه و چوینگام تو این آمریکاست. این هم شد تحلیل. اینا که بسیار خوشحال بودن، اینا خوشحال میشن یک جای پول باشه و فلان باشه و اینا، خودشون شریک بودن، چرا ناراحت بشن؟ یک تحلیل دیگر این هست که بله، این آقای برژینسکی میخواست کمربند سبز بکشه دور روسیه و اینا، اومد و آخوندها رو آوردن. آقا بس کنید از این حرفا، این یعنی نفی همه مشکلات داخل ایران.
یعنی نفی حقایق سیاسی داخل مملکت به مدت 50 سال. اجازه بفرمایید بگم. یک تحلیل دیگر این است که کمپانی‌های نفتی، کمپانی نفتی، آقا نفت یک کامادیتی هست، مطابق روز قیمتش بالا میره پایین، مثل گندم، مثل چیز دیگه. منتظر چون ذهنمون نفتی است، ما بوی نفت میدیم، سیاستمون بوی نفت میده، اعداممون حتی بوی نفت میده. یعنی وقتی بچه ایرانی رو میذارن اعدام میکنن، اون گلوله‌ای که تو شکمو خالی میکنن پول نفت رفته اومده، اون اسلحه‌ای که باهاش دارن میکشن از نفت اومده، همه ما نفتی هستیم، ذهن ما هم نفتی است. آقا نفت هم یه کامادیتی مثل نمیدونم چیزای دیگه، مثل گندم و جو و چیزای دیگه است. امروز بله گذشت قرن 19، مصرف زیاد میشه، آقا تولید کم، قیمت میره بالا، بازارهای جهان پر میشه، مصرف زیاد میشه، فشار میاره، قیمت ها میاره پایین. داره چه لزومی داره که حکومتی سرنگون کنه که چی بشه؟ یکی نفت اونا بده، که یک آخوندی بیارن ضد آمریکایی که نفتشون نده، اینم چه تحلیل. یک تحلیل دیگر هم هست که خودشون کردن. کیا کردن؟ آقا اون عده شما نمیتونید، یه عده هستن اینا یه کارا رو میکنن. کی؟ آدرسشون، نامشون؟ نه شما نمیدونید، یه کمیته هست یه جایی این کارا رو میکنن. خب این ذهنیت شیعه که معتقد به غیب هست و ته چاه، که یه روزی یه کسی میاد یه کاری میکنه معلوم نیست از کجا، این همونه، این ذهنیت همونه. هر پدیده گیتی رو میذاری تو اون ذهنیت، وقتی ما قالب ذهنیمون ریخته شده، پدیده اصلی رو میریزیم تو اون قالب، انقلاب شده، همون نگاه شیعه که از غیب شده. این جرووش و این نمیدونم دولت اینا کاره نیستن، یه دستای اون پشتا. یه واقع از کجا آوردی این اطلاعاتو؟ به ما بگو ما هم بدانیم. من که نمیدونم که، ولی میدونم. من که نمیدونم، اما میدونم. تو اگه نمیدونی پس نمیدونی، نمیتونی هم بدونی هم ندونی. مهمل عقلته باری چه شد رفتیم تو این داستان؟ آها ببخشید، بله در باب انقلاب صحبت میکنیم از ساعت 5 بعد از ظهر در محل 2575 مکی‌وی. شما هم تشریف بیارید تا نظر شما رو هم بشنوید، در اروان کالیفرنیا. و عرض شود که تلفن هم میدم خدمتتون، 949-551-9272، 949-551-9272. و روز 5 آگست هم در دالاس هستیم، دالاس تگزاس، بله 3 بعد از ظهر در کانونشن سنتر پلینو، شهر پلین تگزاس. تلفن تماس با دوست گرامی آقای ایرج درویش 214-243-3102. یک پدیده شگفت انگیزی بنده در هیوستون دیدم، برای اولین بار بود، گفته بودن ساعت 3 بعد از ظهر همه در سالن باشن. بنده هم در هتل بودم، بله اشتباه نکنم، آمدم پایین اونجایی که سا بودیم هیچکی نیست، گفتیم عجب داستانی شد، ما این همه را آمدیم هیچ کس هم نیست، برای کی باید صحبت کنیم اینا؟ گفتم خب دوستان جمع میکنیم، هفت‌هشت نفر همین دوستانی که ما رو دعوت کردن با هم گپ میزن. بعد از اون سو آمدم در رو باز کردم، دیدم قریب 600 نفر. برای من واقعا شگفت انگیز بود، حتی یه ایستاده بودن. تعجب در اینجا بود که سر موقع همه آمدان نشسته بودن. به قول فرنگی ها کلی ما سورپرایز شدیم از این داستان و خیلی جالب بود. یکی از بهترین سمینارها هم به لحاظ نظم و انضباط و اینها همون سمینار هیوستون بود که واسه از برادرانم سپاسگزاری کنم. بله از غلام و علی و میرزا حسین و دیگر بچه ها. خب این هم از این داستان. یک سمینار هم داریم که البته مرزهای دانش و هنر هست، که این سمینار مفصلی است که عرض کردم بارها، روز 1 و 2 و 3 سپتامبر هست. بار چهارم است که بنده شرکت میکنم و تبلیغاتش رو دیدید، یک وقت خاصی رو میذاریم در باب صحبت میکنیم. اجازه فرمایید یک موسیقی بشنویم، بعد میگردیم خدمت شما و موضوع مربوط به سرقات تا چند لحظه دیگه.
درود باشم هموطنان گرامی. اجازه بفرمایید، یک هموطنی زنگ زده بودن گویا تلفن اشتباه گرفتن، تلفن عرض کنم که مربوط به سمینار اورژانتی رو 949-551-92-72. ایشون گویا 91 گرفته بودن، 92-72. بسیار از هموطنان تلفن میکنن در باب این فرکانسایی که تغییر کرده. در سایت AFN هست، اگه تشریف ببرید اونجا فرکانسای جدید هست، فرکانس 12615. خواهش میکنم شما یادداشت بفرمایید، دوستانی که نمیدانن به شما زنگ میزنن بله اطلاع بدهید لطفا. فرکانس 12615 SR 11939 پولاریتیش ورتیکال هست و دو سوم www.afnl.com. اگه تشریف ببرید همه مشخصات اونجا هست، www.afnl.com. اونجا این مطالب اونجا نوشته است و همه هست. خواستم سپاسگزاری کنم از خانم برقی، خانم عفت برقی، از شبت که تشریف بردن ایران و یک تابلو فردوسی هنوز نپرسیدم ازشون نام این جوان چیز برای ما کشیدن از ایران و فرستادن. هر شبت که تابلو بزرگی هم هست، بسیار بسیار از زحماتشون ممنون هستم. خانم دیگری تشریف برده بودن اصفهان، یک تابلو بسیار بسیار زیبا از مرحوم دکتر مصدق در اصفهان کشیده بودن، استرالیا فرستادن، از ایشون دوباره سپاسگزاری میکنم. خب برویم سر موضوع سرقات. این عبید زاکانی میگوید از شاعر دزد سخن. شاعری نیست که بدون تأثیر از دیگران شاعری کرده باشه، همچیز مؤثر نیست. یا هنرمندی اساساً بدون تأثیر از دیگران بتواند از کنم کاری انجام بکند. اون که مسلمه است، نویسنده این کتاب نوشته است، خانم فرزانه میمنت میرصادقی، کتابی نوشته است به نام واژه‌نامه هنر شاعری، همه مصطلحات در این کتاب هست. اون چه مسلمه است هیچ اثر ادبی بزرگی بدون سابقه و تأثیرپذیری از آثار گذشتگان به وجود نیامده است و ناقدان امروز اغلب به این اصل معتقدند که اثر ادبی حاصل تجربه هنرمندان گذشته و نیز نیروی خلق آفرنده آن است و شاعر یا نویسنده آگاه یا ناآگاه زیر نفوذ آثار قبل از خود اثرش را به وجود می آورد و مستقیم یا غیر مستقیم از هنرمندان پیش از خود تأثیر می پذیرد و به همین طریق در آثار نویسندگان بعدی نیز تأثیر می گذارد. بله، به اون گونه که کارلوس فوئنتس که 1928 متولد شده است، نویسنده مکزیکی، می گوید هیچ اثر ادبی یتیم نیست. یعنی پدری داشته، از یک جایی نشأت گرفته. هر کتابی زاده کتابهای پیش از خود است. هیچ خلاقیتی بدون سنت وجود ندارد، همچنان که سنت نیز از طریق نو شدن و آفرینش‌های جدید دوام می‌یابد. بله. بعد در هفته پیش در باب انتحال صحبت کردیم. انتحال و مسالته هم می‌گویند، یعنی سخن دیگری رو کسی بدزدد و به خود ببندد. همونطور که عرض کردم این داستان کتاب 23 سال بود، یکی دو مورد هم خدمتتون عرض کردم. بله خود بسته، بله به خود ببندد، بله بدون اون که در لفظ و معنی تغییری بدهد. یعنی این سخن کسی دیگری رو برداری و نمونه شب از کتاب المعجم خدمتتون آوردم. بله میگوید که ابو منصور مانوی گفته است ای مبین ز تو سبیل خدا و ای مزین به تو سمای سخا، و دیگری گفته است ای موزه ز تو طریق نجات و این محل 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 لاز تو سپهر نوال. بله و معزی مردم به شهر خیش ندارد بسی خطر، گوهر به کان خیش ندارد بسی بها. بله و انوری از او گرفته میگوید به شهر خیش درون بی خطر بود مردم، به کان خیش درون بی بها بود گوهر. این همون معنی مطلب انتحال. بله بعد المام به معنای قصد کردن یا نقل آن است که شاعری معنی و مفهوم شعر دیگری را با کلمات و تعبیرهای خود بازگو کند. همی پالید خون از حلقه تنگ زره بیرون، بر آن گونه که آب نار پالایی به پرویزن. شهاب مؤید نصفی. بعد عرض کنم که
بله. دیگری گرفته میگوید تویی که بر تن خصم تو درع داوودی، ز زخم تیغ تو پرویزنی بود خونبیز. از او بگیری به خود ببندی. در آهنگسازی هم همه اینها هست، هم انتحال هست، هم المام هست، هم سرخ هست. بخش عمده از این آهنگهایی که به صورت آهنگ پاپ میگفتن اینها و از زمان عرض کنم که قدیم در ایران رایج شد، قدیم که عرض میکنم یعنی از همین حدود 35-40 سال پیش، اینا بیشتر آهنگ های ارمنی و یونانی و هندی و از عربی و اینها رو میگرفتن، از طریق انتحال و سلخ و المام یه شعر فارسی هم میداشتن روش و بودن ما آهنگ ساخت. سرقتی دیگه. خب بعد میگوید نوعی دیگر از این شباهتکا که معمولا اون را از سرقات جدا میکنن توارد است. موارده یا توارد به معنی دو نفر در یک جا به هم برسن، یعنی دو نفر به استقلال در یک معنی کاری را انجام بدن، سخنی بدن. این در ساینس هم اتفاق میفته، چون که فرض کنیم کشف اورانیوم، ببخشید آلومینیوم از بوکسیت، دو شیمیدان در دو نقطه جهان با هم اینها هر شبت که این طریق رو کشف کردن. آلومینیوم بی اندازه فلز مهمی هست برای تمدن بشر. یا عرض میکنم که مشتق و انتگرال، این ریاضیات عالی هست، دو نفر با هم مستقل از هم، یکی لایبنیتس در آلمان، یکی اسحاق نیوتن در انگلستان، با همین طریق رو با هم کشف کردن. حالا گویا مثلا یک ماه یا دو ماه لایبنیتس زودتر این کار کرده بود، اما همونی که داستانش اشاره کردم نیوتن به نام خودش تمام کرد این رو و بعد که حقیقت معلوم شد هنوزم علاقات لایبنیتس به کار برده میشه. اینو بهش میگن توارد. به استقلال دو نفر به یک راه از به هم برسن. باری بله. و یک نوع هست که عرض کنم که بله سلخ هست. سلخ یعنی پوست کندن، همون که سلاخ صیغه مبالغش هست، یعنی کسی که کارش پوست کندنه. سلخ بله. آن است که شاعر شعر دیگری را سرمشق قرار دهد و به ازای هر کلمه اون کلمه ای بگوید. بله که براتون خوندن. و مسخ، مسخ نوعی است از سرقت ادبی که شعر یکی رو بگیری و بدتر بیان کنی. بله. تغییر دادن به صورت زشت‌تر آن است که شاعر بعضی از کلمات شعر دیگر رو تغییر داد اما معنی اون رو عیناً حفظ کند. بله. و المام هم خدمتتون گفتم و بسیاری گفتن که اگر کسی شعر کسی رو گرفت و زیباتر گفت، این از زمره سرقات محسوب نیست. و حافظ فکر میکنم، فکر چه میکنم، قطعا از این نوع است، چون شعر دیگران رو گرفته از اونها بهتر گفته، در بسیاری موارد بهتر گفته، چون اندیشه نیرومندتر و روح حساستری داشته. حالا باز برمیگردیم سر حافظ و ببینیم که تعدادی از اینها رو بنده خدمتتون خوندم، از خاقانی و نظاری و عرض کنم که خلاق المعانی اینها خدمتتون خوندم. بله. اینجا حالا اجازه بدید برویم سراغ خواجو. خواجو رو بله اوحدی هم هست، بسیار هستن، امیر خسرو هم هست. بله. اوحدی مراغعی، اوحد الدین یا رکن الدین، اوحدی مراغی یا مراغعی از شعرا و عرفای معروف اوایل قرن هشتم هجری است. بله. خواجه حافظ او را پیر طریقت نام میبرد. نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر، که این حدیث پیر طریقت هم یاد است. مجو درستی عهد از جهان سوس نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. که این از اوحدی بیچاره است که تا امروز فکر میکردیم از حافظ. چه حق ها خورده میشه، ملازم فرمایید. نصیحتی کنمت یار گیر و در، این از حافظه، که این حدیث پیر طریقتم یاد است. مجو درستی عهد از جهان سوس نهاد، ولی که این عجوز هروز هزار داماد است. بیچاره اوحدی ذلیل مرده به قول عوام میگوید مده به شاهد دنیا عنان دل زنهار، که این عجوز عروس
هزار داماد است. بله. او عادی بیچاره که این کار مشکل است و به خون جگر شود. او عادی. حافظ. آری شود ولی به خون جگر شود. او عادی. یک موی خود ز بحر نخواهی که تر شود. حافظ که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. او هدی خلقی متحیرند در وی تا خود هوس کدام دارد. حافظ ما و می و زاهدان و تقوا تا یار سر کدام دارد. او هدی بوی گل برخواست در کاشانه نتوانم نشست. حافظ برخواست بوی گل ز در آشتی در آی. او هدی محتسب داند که من پیرانه نتوانم نشست. حافظ محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. او هدی من به می خرقه گرو کردم و زنار بماند. حافظ خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند. پس لسان الغیب نیست، لسان ادبیات فارسی است، لسان گویندگان پیش از خود و خود است حافظ شیرازی. دیدم یک آخوندی نشسته بود مصر بود که به غیب بایستی شما اعتقاد داشته باشید. این شب هم بنده بیکار بودم، ساعت 3 بعد شب خوابم نبرد، یوتیوب رو باز کردم، چند تا از این قطعاتی از این بیچاره آیت الله بروجردی که زندان کردن اینا دیدم، چیزهای زیبایی گفته بود و گوی آخونده گرفتنش اینا، البته مقالطات هم میکرد در این داستان. بله مراتبی میگفت از دیگران و اینها، حالا بماند وارد اون نمیشم. بله میگوید خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بمان. اوهدی بیچاره این چرخ گردگرد کواکب نگار چیست؟ این اختر ستیزگر کینکار چیست؟ خوشتر ز عیش و صحبت باغ بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ کو سبب انتظار چیست؟ بله نگفتمت که من دل بر این خراب آباد که بر کف تو نخواهد شد این خراب آباد. اوهدی بله خب من دیگه وارد بقیش نمیشم، بسیار هست در دیوان اوهدی بیچاره. بله چوز بغداد و لب دجله دلم یاد کند، دامنم را چو لب دجله بغداد کند. این اینم در حافظ ما داریم. قلندران تهی سر کلاهدارانند، به ترک یار بگفتند و بردبارانند. بله گفتم که بی وصال تو ما را به سر شود، گر صبر صبر ماست عجب دارم ار شود. گویان صبر شود در مقام صبر آری شود ولی به خون جگر شد. او هدی بیچاره. بریم سراغ خواجه بدبخت ابوالعطا کمال الدین محمود، معروف خواجه کرمانی، از شعرای بزرگ قرن هشتم است که در قصیده و مثنوی و غزل تب توانایی داشته است. گرایش حافظ به شیوه سخنوری خواجه و تتبعی که در اشعار او می‌کرده و شباهت شیوه سخنش با او مشهور است. خب حالا می‌گذریم از اون. بله استاد غزل سعدی است نزد همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو. خواجوی بیچاره بدبخت همچنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. حافظ بزرگوار محتشم که همچنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. خواجوی بیچاره بدبخت مال باخته. خرقه رهن خانه خمار دارد پیر ما. حافظ محتشم روی سوی خانه خمار دارد پیر ما. خواجو ای بسا عاقل که شد دیوانه زنجیر ما. حافظ عاقلان دیوانه کردند از پی زنجیر ما. ای بیچاره خواجوی بدبخت او هدی بدبخت. چون همه اینا رو عرض کنم، چون برف روخت سخن حافظ، همه اینها رو در تاریکی فرستاد.
و ما هم چون آدم های اهل اغراق هستیم، اهل تحقیق نیستیم و به تقلید بسیار کار میکنیم، کم بسیار بسیار کندک شاید ناچیز رفتم روی دیوان اوحدی و همه اینا که نام بردم، خواجه و دیگران کار بکنم، همه زیر حافظ شناس. یعنی کتابایی که در باب حافظ شناسی نوشتن که 80% هم مهمل هست، همه اتاق رو پر میکنه. دو جلد در باب خواجو یا اوحدی یا سلمان ننوشتن. بله. خواجوی مال باخته. خرم آن روز که از خطه کرمان بروم، دل و دین داده ز دست از پی جانان بروم. حافظ بزرگ. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. خواجوی بدبخت. دل سنوبری هم همچو بید می لرزد. حافظ. دل سنوبری هم همچو بید لرزان است. خب آقا این دیگه سرقت واضحه دیگه، قربونتون برم. منتها انقدر این مرد بزرگوار و عرض کنم که نبوغش درخشان بوده که برو نمیشه باید گرفت، ولی خب انصاف بدهیم همه رو غارت کرده. شما نگاه کنید از ذهن خواجوی بیچاره مال باخته بدبخت. دل سنوبری هم همچو بید می لرزد. حافظ بزرگ. دل سنوبری هم همچو بید لرزان است. خواجو خوشخبر باش ای نسیم شمال. حافظ خوشخبر باشی ای نسیم شمال. آدم باید گریه کنه به حال خواجوی بدبخت، غارتش کرده میشه، داره تو سر خودش میزنه در کرمان. ایها الناس اموالمو بردن شیرازی ها. بله. خواجو هزار یوسف مصری اسیر چاه زنختان. حافظ هزار یوسف مصری فتاده در چاه ماست. خواجو آتش از چشمه خورشید درخشان طلبند. حافظ طالب چشمه خورشید درخشان بروم. خواجو نسیم صبح سعادت به خون دل یابی. حافظ نسیم صبح سعادت بدون نشان که تو دانی. خواجو مکن به چشم حقارت نظر به مردم از آنک. حافظ مکن به چشم حقارت نگاه در من مرز. ای مال باخته خواجو. خواجو چون کمینت عش را بر قطره کردم گرم رو. حافظ گر کمینت عش گلگونم نبودی گرم. ببینیم مصطلحات چه قشنگ برداشته، یکی یکی کرده جیبش خوشمزه هاش رو. به به به. بیچاره خواجو بوی روح از دم جون بخش سحر میشنوم. حافظ بوی جان از لب قند خندان قدح میشنوم. خواجو گویی بوت من چون ز شبستان به در آید، حوری است که از روضه رضوان به در آید. حافظ هشدار که گر وسوسه گوش کنین گوش، آدم صفت ز روضه رضوان به در آید. البته وزن دیگری بود. خواجو ولوله از جان شیخ خوشاب برآمد. حافظ خروش و ولوله در جان شیخ خوشاب انداز. خواجو خیز تا رخت تصوف به خرابات کشیم. حافظ خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم. هرچه بیچاره مصطلحات خوب داشته، حافظ عزیز ما برداشته گذاشته چی به خودش. خواجو همچو موسا ارنیگوی به میقات آیند. حافظ همچو موسا ارنیگوی به میقات بری. اینجا آدم این کار بکنه میگیرن آدم، میدونیسین توی آمریکا آدم این کار بکنه زندانی داره. گفتم خدمتتون این سناتور ایالتی دلاور برای رئیس جمهوری آمد، تو آمارام خیلی بالا بود، چند سال پیش چند عبارت دزدیده بود از یک سیاستمدار انگلیسی زمان چرچیل و اینا، در اون سخنرانی که کاندیداتوریش رو داشت قبول میکرد از طرف حزب دموکرات، این عبارات فصیح انگلیسی هم به کار برد. رندون رفتن کشف کردن آقا رو بیرون کردن، به بچه که داشت دیوانه میشد مریض شد بیچاره 6 ماه نمیدونم رفت کجا گم کرد خودش. این کار جرمه. خب
بله. خواجو که جز به زر نتوان کرد دست در کمرش، حافظ که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود. خواجو گرم به هر سر موی هزار جان بودی، فدای جان و سرش کردمی به جان و سرش. حافظ بگفتمی که چر زد نسیم طره دوست، گرم به هر سر موی هزار جان بودی. خواجو نه من سوخت خون میخورم و خاموشم، حافظ مر بر لب زده خون میخورم و خاموشم. خواجو زمین ببوس و بیان کن بدون زبان که تو دانی، حافظ حدیث عشق بیان کن بدون زبان که تو دانی. بیچاره خواجو کرمانی یقش چاک کرده زیر خاک. آقا برد، حافظ برد. بله نیدادی بیداد. خواجو علم چگونه زنی بر فضای عالم قدس، حافظ چگونه توف کنم در فضای عالم قدس. خواجو چو از رخش گل صد برگ میتوان چیدن، حافظ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. و خلاصه نگاه میکنیم بیت بعد از بیت مصطلحات بیچاره خواجو. ای داد بیداد، یکی دوتا هم نیست، ده ها انا گرفته است. خلاصه همه دواوین غزل سرایان ایران رو حافظ برداشته، بهترین هاش انتخاب کرده و به متعالی ترین صورت بیان کرد. چرا حافظ در قصیده ضعیفه، در رباعی بسیار ضعیفه، در قطعه متوسط یا ضعیف هست؟ به جهت اینکه ذوق حافظ فقط در غزله، مطالعش در تخصصش در غزل. اگر بنا بود حافظ حافظ رو نمیدونم لسان الغیب باشد، خب بایستی قصایدش هم لسان الغیبی بود، قطعات و رباعیاتش هم لسان الغیبی بود. نمیشه باید که فقط لسان غیب باشه در غزل و بقیهش خوب نباشه. خب بعد حتی عبید زاکانی رو گویا بیچاره کرده. میگوید حافظ به شعر عبید زاکانی هنرمند معاصر طعن پرداختی بی نظر نبوده است و گاه اوزان و قوافی مشترکی در بعضی از غزلهایان دیده می شود. بگذاریم. بعد ناصر بخارایی رو بیچاره کرده که میگوید بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. که حافظ بزرگوار ما از اون مستقیما گرفته است و گفته است بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. انتحال همینا مستقیم گرفته و مستقیم بیچاره مال باخته بدبخت ناصر بخاره. کسی هم نیست حقشو بگیره. خب ناصر بیچاره، من به جز تقدیر تدبیری ندارم عشق را، این چنین رفته است گویی از ازل تقدیر ما. حافظ که این چنین رفته است از عهد ازل تقدیر ما. ایدادی بیداد. ناصر بیچاره بدبخت، من از بیگانه آزاری ندارم، که با من هرچه رفت از آشنا رفت. حافظ من از بیگانگان دیگر ننالم، که با من هرچه کرد اون آشنا کرد. ناصر هر کس که به درویش در افتاد بر افتاد، حافظ با دردکشان هر که در افتاد بر افتاد. خب باری بگذاریم. این دیگه اینم یکی از مال باختگان بود که حافظ بیچارش کرده بود. ناصر بخارایی، حلقه حلقه هر شبی فریاد یارب یارب است، حافظ هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یارب یارب است. ناصر بدبخت بیچاره، جان ما بی شرف صحبت جانان خوش نیست، حافظ از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است. دیدیم لسان الغیب چیکار کرده، نگاه کرده در تمام دیوان ها همه مصطلحات، ایماج های زیبا، ترکیبات لطیف هر جا دیده برده در کارخانه خودش، در کارخانه الماس تراشی و نمیدونم یاقوت تراشی خودش تراشیده. و فراموش نکنیم این ابیاتی که من میخونم
اشعار دیگران مثل سلمان و خواجو و ناصر بخاری و دیگران، اینها به قول قدما میگفتن قصد و سمین داره، یعنی دو بیتش عالیه، دو بیتش متوسطه، دو بیتش بده مثلا. اما حافظ همه ابیات خوبه. این هست که هر سبت که حدش خیلی بالاست و کسی رو به سرقت متهم نمی کند به جهت این است، وگرنه چون نیک بنگریم هر بدیل زیبایی بوده در زبان این بزرگوار گرفته. ایزو فرمایید یک موسیقی بشتر بگن خدمتون، می پردازیم به بقیه مال باختگان بیچاره. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاری. غیر دل که عزیز و نگاه داشتنی است، جهان و هر چه در او هست واگذاشتنی.
بله، با درود بر شما. صدای خانم هستی رو شنیدیم، هنرمند خوب فقید. خب از شبت که خانمی زنگ زدن که آقا از کجا میدونیم انوری از حافظ ندوزیده؟ به همون دلیل که انوری 145 سال قبل بوده. خب اینا مقصود خراب کردن حافظ نیست هموطن، اشتباه نفرمایید، اینا حقایق اموره. این یک نوع خرافه زدایی است از این داستان حافظ، نه این که خراب. عرض کردم حافظ گرفته و بهتر، مجموعاً بهتر گفته، به جهت اینکه هنرمند بالاتر و بهتری بوده، پیشرفته تر بوده، از اینها الهام می گرفته نه از غیب. مقصود سخن اینجاست. عرض کردم اشعار حافظ غزلهاش یک دست خوب درخشان. شما حافظ شاید تنها شاعری که شما هر کجا رو باز کنید غزل درخشان. اینا رو به مقصود خراب کردن، این چه حرفیست شما میزنید؟ من نمیفهمم. شما که حقایق رو داریم میبینید که بیچاره خواجو چی گفت، حافظ چی گفت، بیچاره بدبخت نمیدونم یکی شعرش رو گرفته حافظ و وارد شعر خودش کرده. شما بس علمیه، بس من نمیدونم شما بعضی هموطن ما کجا هستن. شما خودت بذار جای خواجو، خودت بذار جای اون بیچاره نظاری و دیگران که تمام معانی خوبشون رو حافظ گرفته. منبع الهامات حافظ غیب نبوده، حسین نبوده و علی. حالا صحبت به اینجا رسید، دارید یه مطلبی هم عرض کنم خدمتون. البته زنگ میزنن آقا مثلا شما فلان مطلب رو گفتید، فلان دوست آمد علیه شما، یا مثلا در جهت عکس هر پاشه. این خیلی زیباست به نظر من، بسیار خوب هست که من اینجا بنشینم مطلبی بگم، یک دوستی بیاد اینجا بگم آقا این صحبت های این مشیری همش خراب بود. در این رهگذر است که حقایق روشن میشه. خب وقتی بگید همش خراب بود که شما نمیپذیری که شعاره مشیری حرفش خراب بود، چون تودهیه، چون اسلامیه، چون نمیدونم شاهیه، اینا نیست. باید استدلال بکنن. اگر استدلال کردن دوست گرامی و استدلالهاش ضعیف بود که شما نمیپذیرید، اگر اصلاش بهتر اصلا بنده بود، درود بر حقیقت، از بید حقیقت روشن بشه. من اصلا ناراحت نمیشم دوستی به اینجا بنشینم و چیز کنم بگویا بکنم دوستی گرامی بودم. آقای نگهبان اومدن اینجا از علی شعر خوندن، چه اشکالی داره؟ من استدلال من خدمت شما این بود در باب علی و شاهنامه، این بود که آقا ما میدانیم که شاهنامه به خدمت محمود رفته، ابیات انکار ناپذیر در بخش های مختلف شاهنامه و داستان های تاریخیش و شخصیت هایی که بودن همه ضبط شده، میسر نیست. و محمود یک حنفی متعصبی که نفرت خارق العاده داشت از قرمطی و شیعه، میسر نیست یک کسی کتابش رو بفرسته خدمت یک پادشاه محتشمی که البته اون وزیر سلطان محمود باعث شد، فضل ابن احمد اصفرایینی، که کتاب رو بفرست من به تو کمک بزرگ میگیرم، بعد توش میبینید فلان به فلان تو سنی. آخه مویسین و عقل جور در نمیاد. بنابراین این است که عرض میکنم که این ابیات جعلی است. مگه مؤثر چنین چیزی که از غزنین کتاب به این عظمت تمام بشه و بعد وزیری بزرگ کتاب رو طلب کنه که ببره خدمت سلطان متعصب حنفی و اونجا فوش بدهد به کسی که نباشد به جز بی پدر دشمنش که ایزد بذاره این مزخرفات و بند تنبانی. استدلال باید درست باشه، اشکالی نداره دوستان بیان علیه حرفای ما حرف بزنند. اتفاقا مقصود اینجاست، وگرنه نقض غرضه. اگر بنده یه متکلم وقته باشم انتظار داشته باشم همه هم بپذیرن حرفای منو که به درد نمیخوره. که از قدیم گفتن شنونده باید عاقل باشه، هر که استدلالش نیرومندتره. عرض میکنم که معمولا مردم او رو میپذیرن، استدلال رو میپذیرن، شیوه استدلال رو. آقا کجای قضیه درست؟ من حال فردوسی این بیت رو گفته باشه، خب این است که هیچ بنده نگرانی ندارم که دوستان بیان اینجا بخوان مثلا عقاید خودشون رو بگن، درود بر اونها، اشکالی من هیچ کاری نمیبینم. به هیچ وجه من الوجود تا اونجایی که به مطلب مربوط باشد و مقصود و منظور روشن کردن حقایق باشه. مقصود ما این هست، وگرنه نقض غرض بشه. ما که نمیخوام چیزی رو تحمیل بکنیم، خدا نکرده، ما استدلال میکنیم خدمتتون.
بعض این آب افتاده است به سوراخ، عرض کنم که بعضی متعصبین و اینها. آقا ما چند سوال کردیم، ما که اینجا اسلام شناسی نکردیم، حدیث شناسی و نمیدونم قرآن شناسی نکردیم، عزیزم چند سوال تاریخی کردیم. گفتیم آقا انبار دیگری رو گرفتن خوب است یا بد است؟ به چه دلیل اگر مسیح پیغمبر اولوالعزم هست چرا پیروانش کفار محسوب میشوند؟ اینا رو جواب بدی. مگر موسی اولوالعزم نیست؟ مگر ابراهیم و نوح اولوالعزم هستن؟ پس چرا پیروان اینها رو بایستی کش؟ کفار هستن. به چه جهت؟ من نمیدونم جوابشون چیه. به خاطری که این پیغمبر صلی الله علیه و آله هم خاتم النبیین است و نبوت به او تمام شده است. از کجا معلوم؟ چرا این آخری رو اول نیاورد؟ خدا عقلش کم بود؟ اینها جوابهایی است که نمیپذیرن مردم. بنابراین ما وقتی اینها رو به حرف وادار میکنیم، حالا روی بحثم در این لحظه همون دوستان متعصب عرض کنم که اسلامی است، حقایق روشن میشه. مقصود روشن شدن حقایق است. این است که بنده هیچ نگرانی و ناراحتی ندارم اگر دوستانی باشن تشریف بیارن اینجا بگن آقا این صحبت های مشیر اصلا بی خوده. بعد استدلال بکنن، اگر استدلالشون قوی تر از استدلال بنده بود من مخلصش من میپذیرم حرفشون رو. اما در باب فردوسی و این داستان علی و اون بیت معروف که خدمت رو خوندم، محال چنین چیزی. اصلا فردوسی هیچ علاقه به اینا نداشته. اگر میداشت یک ده بیت بیست بیتی از یکی از اینا میگفت براش کاری نداشت. کسی 55,000 بیت گفت 2,000 بیت هم میگفت مت علی. نباشد به دود بی پدر دشمنش. مرد حکیم مثل فردوسی به فوش بده اینجوری بعد بفرسه پیش یک سلطان متعصب سنی که گردن میزد شیعیان رو، بعد بخواه سله بگیره مثلا. ما از این طریق هست که میتوانیم حقیقت رو کشف بکنیم. خیلی خوب، یه زیدیم برگردیم سر مالباختگان بیچاره. تنها کسی که صندوق بانکش خالی نشد و ثروتمند باقیمون سعدی بود، خدمتتون رو عرض کنم. یعنی حافظ هرچه گرفت سعدی بیچاره نشد. درخشش سعدی بر جای من به خاطر عظمت سعدی. خب برگردیم. خب بله، این ناصر بخارایی بیچاره هم براتون گفتیم، خیلی زیاد هست اگر بخوایم بخوانیم. ای داد بیداد. بله بله، یکی از بیچاره ها هم سلمان صابجی است. اینها حافظ با سلمان معاصر بودند. حافظ در خدمت شاه شجاع بود، سلمان در خدمت اون یکی برادر بود در بخش بغداد و داستان هاست. بله. سلمان بیچاره مال باخته، در ازل عکس می لعل تو در جام و نغمه چم. Thank you.
گر تو گل چهره درایی، گر تو گل چهره درایی، به چمن مست امروز ما بدانی ما بدانی که در با گلی هست امروز یا گل رنگ تو بس خون که بریزد فردا، دهن تنگ تو بس توبه که بشست امروز جانم شدم مزورم یا عجب این است که چون چشم تن مستم روز عجب این است که چون چشم تو مست امروز یا تو گل چهره دانی به چمن مست امروز ما بدانی
که در باغلی هست نمرود یا ای صبا هم نفس مشک تتار آمده ای، می توان یافت که از جانب یار آمده ای. ساقیا فصل بهار است، بده باده ناب که تر و تازه چو گلهای بهار آمده ای. بدور بچه هم وطن گرامی، اتفاق افتاد اینجا. بله بدشانسی ماست، از شبت که فیوز پرید، فیوز در سیرکت بورد اصلی بیرون پرید و مهیار گرامی بسیار دوندگی کرد و کارها کرد و دوستان آمدند و باز ما برگشتیم روی ایر. رادیو هم تا یکی دو دقیقه دیگر برقرار خواهد بود و گفت از اونجایی که هیچ بدی بدون هیچ خوبی نیست، در این فرصت من از صدای گرم و نرم و لطیف استاد شهیدی هم استفاده کردیم. عرض کنم که براتون پخش شد یک آواز در سگاه استاد عبدالوهاب شهیدی. عرض کنم که از استادان بسیار خوب موسیقی ما بودن، صداشون هم در قسمت زیر هم در قسمت بم دلنشین خوب بودن. من میادارم نخستین خاطری که ازشون دارم از جشن هنر شیراز بود و این ترانه بسیار مشهور نگاه گرم تو که با اجرای استاد پایبر، استاد شهناز و عرض میکنم که استاد تهرانی و دیگران بود که جاودان باقی مون. باری این فرصتی بود و صدایشون رو شنیدیم. برمیگردیم سر مطلب. همچنین که از کردم رادیو هم یکی دو دقیقه دیگر برقرار خواهد بود. از حافظ صحبت میکردیم، از این که عرض کردم خدمت شما نگاه ما به جهان به بچه امروزی نبوده. هموطنان، یعنی شما اگه برگردید در تاریخ 1000 سال پیش 900 سال پیش ما بدیم بچه نمی اندیشیدیم، یعنی هنوز کار ما به انحطاط نرفته بود. عواملی باعث شد که این فرهنگ منطقه بر روی هم در عرض کنم که نشیب دراز به قول فردوسی بیفتد و ما عرض کنم داره چنین ذهنیتی بشه و در موقع انحطاط هست که ملت ها حتی قدرت تجزیه و تحلیل بزرگی های گذشته خود رو رفته رفته از دست میدن. این لسان الغیب گفتن حافظ هم از اون کارهاست. ما به هر پدیده‌ای رنگ خرافات زدیم. مقصود از بیان این مطلب که بسیار مهم هست و در ادبیات بحث بسیار مهمی است، این همین داستانی که ما امشب خدمتتون هفته گذشته آوردیم، این است که چه شاعری از چه شاعری دیگری مطلب گرفته. همونطور که عرض کردم این برای تحقیر حافظ نیست، این برای شناخت حافظ هست و از بزرگی حافظ چیزی کم نمی کنن. این است که غزل حافظ بر روی هم شخصیت خود رو داره. اندیشه حافظ اندیشه ایست برای خود و عرض کنم که مقصود این بود که بدانیم که
محل الهاماتش گورستان بقیع نبوده است، علی ابن ابی طالب نبوده است، آقا حسین تشنلب نبوده. از هر طرف گرفتم جز وحشتم نیفزود، به کربلا مربوط نیست. بله سلمان، در ازل عکس می لعل تو در جام افتاد، عاشق سوخت دل در طمع خام افتاد. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. بله بله حالا بگذاریم. این حافظ برو، این غزل برو به کار خودی، واعظ این چه فریاد است، مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاده است. میگوید که در بسیاری از دیوانها منسوب به سلمان است. بله خب، سلمان مالباخته بیچاره. بله لب و دهان تو را ای بسا حقوق نمک، که هست بر جگر ریش و سینه های کباب. حافظ، لب و دندانت را حقوق نمک، هست بر جان و سینه های کباب. سلمان، که لاله داغ صبوحی کشیده است بر رخ بر. حافظ، ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیدی. سلیمان، سلمان نظر انداز بر این گفته که ضایع نشود، گفتند این که نکویی کن و در آب انداز. حافظ، مرا به کشتی باده درفکن ای ساقی، که گفتند نکویی کن و در آب انداز. سلمان، دوستان بهر خدا جان شما و جان ما. حافظ، زین هاره دوستان جان من و جان شما. سلمان، بسی حق نمک دارد لبت بر سینه ریشم. حافظ، ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک. سلمان، یارب اندر خانه طالع کدامین کوکب است. حافظ، یارب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است. و کس علا حاضا عرض شود که بسیار هست این داستان، عرض کنم، گرفتن حافظ. سلمان، راز سربسته خم در دهن عام افتاد. حافظ، که از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. سلمان، اولین قرعه که زد بر من بدنام افتاد. حافظ، زن میان حافظ سوخته بدنام افتاد. سلمان، با کسی گوی که در دست عنانی دارد. حافظ، نسواری است که در دست عنانی دارد. بله سلمان، منو نیم که سر از خط دوست بردارم، وگر به تیغ سرم بیدریغ بردارد. حافظ، چو خامه در ره فرمان او سر طاعت نهاده ایم، مگر او به تیغ بردارد. بله ره خرابات است و درد سال خورده پیر ما، کس نمی داند به غیر از پیر ما تدبیر ما. یه نمونش در حافظ شنیده اید. بسیار هست این، عرض کنم که، نمونه هایی که حافظ از سلمان گرفته است، سلمان ساوجی. بعد نوبت کمال خوجندی هست و بسیارانی دیگر که از سبت که اینو میگذاریم برای هفته آینده. و باز بنده تکرار میکنم که این مقصود یک نقد منفی از کار حافظ نیست، برای نشان دادن این که سرچشمه شعر حافظ در کجاست و از کجاست، از کجا آمد از این حافظ شیرازی. در تداوم اندیشه های زیبای ادبی ایران هست. اینقدر است که حافظ نبوغ درخشان تری داشته و از قیب همون که عرض کردم چیزی نیامده. اگر ممکن هست تلفن ها رو دوستان وصل بکنیم، با هموطنان صحبت بکنیم تا ببینیم مقصود هموطنان، عرض کنم که منظور اون خانم که زنگ زده بودن، ببخشید، در این باب چیز تا تلفن ها بیاید اجازه بدید که من تلفن این سمینار این هفته رو خدمتتون هم اعلام بکنم. در ایروان 949-551-9272 و در دالاس تگزاس 214-243-3102. بله تلفن هنوز نیامده است. تلفن های بسیاری شد، حتی بعضی
دوستان از ایران زنگ زدن که آقا نکنه حادثه ای شد. نه هیچ خبری نبود، حادثه هم نبود. عرض کنم که وقتی که شما برق زیاد بکشید فیوز میپره، چون فیوزها رو ساختن که میزانی از برق رو بتواند رد بکند، از اونجا که بگذره فیوز بیرون میپره. واسه شما یه چیزی رو خاموش کنین، میزان مصرف رو کم کنین، فیوز رو روشن کنین تا اینکه اتفاق نیفتد. و خطا همه روشن شد. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما، من رو خط هستم. روی خط هستین اما صداتون نمیرسه، اندکی بلندتر بفرمایید. من فکر میکنم صدا از استودیو شما کم باشه. به هر حال من دارم بلند صحبت میکنم. از حضور که اگه صدا میاد من صحبت کنم. بله بله، خوب شد صداتون، بفرمایید. خواهش من. از حضور شما که دو تا مطلب میخواستم خدمتتون بگم، سری خدمت در واقع بینندگان برنامه شما و همینان عزیز. مطلب اول راجع به این به قول شما مغلطه به عقاید دیگران احترام بگذاریده. بله. ببینید عقیده یعنی چی؟ یعنی چیزی که من یا شما یا دیگری به اون اعتقاد دارند. بله. درسته؟ مثلا فرض کنید دیگری اعتقاد دارد که علی ابن ابی طالب فرض بفرمایید 13 متر قد داشته، مثلا فرض کنید خیلی آدم رشیدی بوده، خیلی هم کارش درست بوده. بله. من اعتقاد دارم که اینجور نبوده. بله. اون میاید عقیدهش رو میگوید، ولی تا من میایم بگویم که اعتقاد ندارم میگیرم میکشنم. و بله دیگه، داستان همین بوده. میدونید یعنی عرضم اینه که چطور تو اعتقاد مهمی عقیده چی؟ حالا من علی ابن ابی طالب رو مثال عرض کردم. بله. چطور گرفتاری تو میتوانی بیای تبلیغ اون؟ بله. الو، صدای هموطن قطع شد. مطلب گرفتاری همین بوده عزیزم، گرفتاری همین بوده. یکی آمده است گفته است خدا میفرماید، خدا میفرماید که شما حمله بکنید و عرض کنم که دنیا رو بگیرید، همه رو مسلمان بکنید، هر کس هست بکشید، اگر مقاومت کردن بکشید، زناشون رو ببرید، اموالشون رو ببرید، و اگر حرف زدن بگید خدا فرموده، شما بهتر میدانید که خدا. این مغلطه واقعا مغلطه جنایتباری بوده، زیانبارترین مغلطه همین خداوند میفرماید. آقا به چه دلیل خداوند فرموده؟ میگه برای که در کتاب، میگه کجا کتابت درسته؟ بخاطر خداوند فرموده. آقا دختر 7 ساله رو نمیشه باش ازدواج کرد، این جنایت، این انتخاب نیست، این ریپه. این چگونه، به چه زبانی بایسته گفت؟ در هیچ کجای جهان، در هیچ فرهنگ اندکی متمدن، حتی بیابانگرده این کار رو نمی کنن. خدا فرموده؟ جوابی ندارم بدن اینا. جهان درگیر جهالت و سفاهت و عرض میکنن که جنایت اینها شده است، ما مردم ایران هم اسیر این داستان شدیم. و این بسیار خطرناک است که بگیم اونا درست بودن اینا اشتباهن. نه، اینا یک باشگاه هستن، آقا اینا نماینده اونا هستن. نخیر، این درست است، این حضرت صادق. آقا حضرت صادق، چه حضرت صادقی؟ چیزی نمیدانسته این مرد. حضرت صادق علیه السلام امروز زنده بشه باید بشینه پیش یک کلاس 2 ابتدایی مطلب یاد بگیره. چون اگر حضرت صادق میپرسی خورشید کجا میره، قرآنش باز میاد میگه میره تو چشمه لجن. این کلاس دومیه میگه نه آقای صادق، نه این جایی نمیره خورشید، زمین به دورش میچرخه، خورشید هست، ما با سر گردش زمین شب و روز از اونجا میاد جناب صادق. مثلا عرض میکنم آقای حضرت صادق چند ستاره در آسمان هست؟ 7 ستاره در آسمان هست. کلاس دوم میگه نه جناب صادق 400 میلیارد کهکشان هست. علمی نداشتن اینا، چیزی نمیدانستن. اینا هم نماینده اونا هستن. یعنی اگر ما بپذیریم که اونها درست بودن و اسلام ناب محمدی سعادت جهان رو تامین و تضمین میکند و این آخوندها بد هستند، ما 200 سال دیگه که کشته دادیم و به انحطاط رفتیم و بدبخت شدیم و بیچاره شدیم، باز این زمینه رو باقی میگذاریم که حالا یه آخوند بهتری بیاید که معصوم باشه، یک حکومت اسلامی دیگری تشکیل بدهد. این علت داد و فریاد بنده اینجاست دوست عزیز. فکر نکنید من کاری به صادق ندارم، نمیدونم باقر و صادق و اینا، اصلا ما کاری نداریم، وقتش هم نداریم به اینا بپردازیم.
ما باید این قضایی رو روشن کنیم که آقا با دین، با هیچ دینی نمیشه حکومت کرد. نه ناب محمدیش به درد میخوره، نه ناب علویش به درد میخوره. امروز نه میسر چنین چیزی. تجربه تاریخی داریم از حکومت دینی. سیاه ترین نوع حکومت ها حکومت دینی است و ارتجاعی ترین و بدترینش. آفتاب آمد دلیل آفتاب. ما باید چه بکنیم؟ اساساً اینها به دین هم مربوط نیستن. آخه گرفتار اینجاست که صادق چه رفتی به اسلام داره؟ آقا یه اسلام یه محمدی داشته گفته من پیغمبرم، اینم قرآنش این داره و سلام. گرفتاری ما یکی دوتا نیست آخر بدبختی ما. بفرما قربان. حضرت مشیری. حضرت که چه عرض کنم، مخلص شما مزیدم. درود بر شما آقا، من بابک افشارم. بابک جان حالت چطوره؟ شما فقط بگید حضرت. آقا این آگاهی نمی کنی یا آگاهی نمیدین به ما که کی تشریف میارین سندیاگو؟ ما سندیاگو عزیزم، من بارها عرض کردم ما در این سمینار بزرگی که مهرگان برقرار کرده، بله بله، از 31 آگوست ما خدمت شما هستیم، احتمالاً یه روز جلوتر در هتل هایت هم هستیم، شما تشریف بیارین مهمان بنده باشین قربان، زیارتتون کنیم، گپ بزنیم. بابک جان شما همیشه لطف کردید و این لطف داریم، البته ما اشتیاق اینی داریم که شما رو ببینیم. مخلص شما عزیزم. چه مهمان شما بودن یا چه مهمان جیب خودمون بودن هیچ فرقی نمیکنه. قربان شما، نه تشریف بیارید. جناب مشیری قرض از مزاحمت نازنین. یک من نتونستم بیام رو خطتون. یک آهنگ بسیار زیبا از زنده یاد پرویز یا حقی پخش کردین در چارگاه که خانم مستی خوندن. بله. من منتظر بودم چون میدونین که مردم شما رو عاشقانه دوست دارن، دوست دارن، شما احترام میذارن و بسیار باورتون دارن. قربون شما برم. من یه استدعا از حضورتون دارم، اگر شما آگاهی بیشتری راجع به موسیقی ما به مردم بدین کار ثواب انگیز شده یا ثواب کردی. این بنام. شعر منتظر بودم که شاعر رو هم معرفی کنی، چون خواننده معمولا یه اینسترومنته. بله. برای یک سازه. درسته. نوع بسیار بد شما تو لس آنجلس زیاد داریم. بله. نوع خوبش هم اینها هستن، این نازنینا، ولی خب به هر جهت خلاقیت دست شاعر و آهنگسازه. بله. آقای بیژن ترقی بسیار شعر زیبا گفت. به به. به به. من انتظار داشتم که شما بگین که این شعر هم مال آقای بیژن ترقیه و بله. نوم هستی اجرا کردن. بله بسیار خوب اجرا کرد، شعرم زیبا بود. به به. بسیار شعر زیبایی بود، در اون اوائل کارای آقای بیژن ترقی بود و میبینی چقدر زیبا اصلا نشسته روحی، مثل این که این شعر بایستی برای این آهنگ فقط گفته میشد. بله. هر جایی این نگاه میکنین قفله، با ملودی قفله. به هر جهت مزاحمتون نمیشه. میخوام بابت جان یه مطلب اطلاعات کاملتری به مردم بدین که یاد بگیرن. بله. بله. موسیقیشونو. بابت جان چون شما خودتون آهنگسازین، شما رم جز مال باخته ها باید به حساب بیاورید. کنار کمال خوجند. کمال خوجند و خواجوی کرمانی اینا به مال باخته بودن. درست نقش اینها و عرض میکنم که حافظ و دیگران مثل نقش خواننده است، آهنگساز و شاعر، در حالی که همه خواننده رو میشناسن و توجه به خواننده است و اینا، کسی میگه آقا آهنگ این به کی ساخت، شعرش کی گفت، کدوم مال باخته گفت. متاسفانه اینجوریه. بله. آواز خوان نه آواز. بله من غلط، جمله غلطیه ولی خب میگم. بله ممنونم. ممنون میشم آقا. پس ما منتظر میشیم شما رو اینجا ببینیمتون. بله خدمت میرسیم. وقتتون رو بیش از این نمیگیرم، یا شنوندگانتون و بینندگانتون رو قربان شما، باهاتون صحبت کردم آقا. ممنونم بابک جان. قربونتون برم آقا. محبت میگم نشه، میبینیم شما رو در سن دیگو. من عزیزم قربان شما. خدا بزشو. بله درود بر شما، بفرمایید. جناب آقای برماشیری. جانم عزیزم. سلام عزیزم، حال شما چطوره؟ ممنونم از شما. کیخسرو هستم. خواستم ازتون یه سوالی بکنم. خیلی وقت بود که من برنامه‌تون رو نمی‌دیدم، مسافرت بودم به شهر. امشب شب آخری باشه که من برنامه شما رو می‌بینم، چون دیگه وقت نمی‌کنه. ایداد بیداد واقعا چه ایداد بیداد، چه ایداد بیداد به ما قربان که شما ما رو نمی‌بینید. بله. خواهش می‌کنم، ولی به هر حال از رادیو یا از کامپیوتر شاید بتونم شما رو ببینم. می‌خواستم سوالی از حضرت عالی بکنم. در مورد یه شخصیتی اسلامی به نام جابر ابن حیان، این اگه ممکنه در مورد شخصیتشون یه توضیحی بدین. و دوم این که جناب آقای مشیری،
آیا جریان بنی قریظه آیا اینا با مدینه معاهده کرده بودن و زیر پیمانشون زدن که این اتفاق افتاد و اینا رو قتل عام کردن؟ آیا اصلا قتل عام بنی قریظه در اثر چی بود و چرا اتفاق افتاد و چرا به این موضوع معروف شد و آیا تقصیر خود بنی قریظه بود یا تقصیر اهل مدینه بود یا تقصیر مسلمان‌ها بود؟ لطفاً در این مورد یه توضیح بیشتری بدین، چون من با یکی از دوستانم که ایشون اطلاعات لازم رو داشت صحبت کردم و نتونستم جوابشون رو بدم، خواستم شما بگید. برای یه توضیح سریع میدم خدمتتون. خواهش می‌کنم. متشکرم. من تلویزیون گوش ندارم. متشکرم. خیلی شبتون بخیر قربان. ممنونم. شب شما بخیر عزیزم. عرض می‌شود که جابر بن حیان طرطوسی یکی از عرض کنم که علمای اون روزگار هست و کشف اسید سولفوریک رو گروهی به جابر بن حیان، گروهی به محمد بن زکریا رازی نسبت میدن. جابر بن حیان میگویند در قسمت فقه به کلاس جعفر صادق رفته، نه اینکه جعفر صادق شیمی بلد باشه، عمده اشتهار جابر بن حیان طرطوسی به خاطر شیمی، یعنی علم شیمی اوست، کارهایی که کرده و کشفی کرده. این مغلطه رو میکنن که بله، یعنی آقا جعفر صادق شیمی هم میره، نه آقا این جعفر صادق هیچ از شیمی هیچ اطلاعی نداشت، کاری نداشت. میکنه یه مردی بود، آخوندی بود، نشسته بود همون داستان حدیث و نمیدونم قرآن و این چیزا و علم دین. در باب بنی قریظه بنده مطلبش خوندم، یهودیان بنی قریظه عرض کنم که آمدن و عرض شود که با قریش اینها یکدیگر رو دیدند که اینها کمک بکنن برای جنگ با مسلمان ها و یک جاسوسی فرستاد پیغمبر اسلام و این موضوع رو کشف کردن و بعد اختلاف انداخت توسط چند تلی و ابو سفیان داردسته در جنگ خیبر، ببخشید در جنگ خندق. و وقتی قریش رفتند اینا تصمیم گرفتن که بنی قریظه رو قتل عام بکنن و رفتن و گرفتن و از کنم به شرحی گفتم سر اینا رو بریدن. بله این موضوع درسته بود. مشکلی که ما با این قضایه داریم این هست که کسی که خودش رو از جانب خداوند معرفی میکنه وارد این قضایه نمیشه عزیزم. اصلا پروفت و پروفسی یعنی تعلیم دادن مردم رو به راه راست و صلح و دوستی و عشق دعوت کردن. پیغمبر که شمشیر دست میگیره سر ببره و دستور کشتن و زن و مردم و اینا. مشکل ما اینجاست. اگر بسیار اتفاق افتاده از این داستان ها در جنگ ها و اینا بود آقا شما خیانت کردید فلان همه سر رو ببری، گرفتاری اونجاست. فکرشو بکنید، حضرت فرمود چا بکنین سر اینا رو ببرین بندازین تو این چا، خداوند فرمود زن زیبایی هم دارن برای ما بیاورید، یکی هم کم امان است دوتا بیاورید. مشکل اینه، مشکل اینجاست. بفرمه قربان. الو جانم بفرمید. جان مشیری شب بخیر. قربان شما، درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما جان مشیری. از شواهد هم اینجور که مشخصه راجع به حافظ که داشتین صحبت میکنین، برداشت من این بود که مثل این که لقبی که به حافظ داده شده به این شکل بوده که حافظ تمامش اشعار و گفته های پیشینیان خودش بوده. بارکالله. یعنی در حفظ و محفوظ کردن تمام گفته های دیگران پوشا بوده، استاد بوده، ولی به شکل خیلی جالب و استادانه که هیچ کس اینو رد میکنه. یک چیز دیگه جناب مشیری، شما و برنامه های شما مثل یک ساعت شماتداریه که تنظیم شده، حالا از طریق تاریخ، از طریق این برهه زمانی که هر شب و هر موقعی که شما میاد ماها رو از خواب بیدار بود. متوجه بشیم که جریان چیه و این واقعیتیه. یک مسئله دیگه هم هست آقای مشیری، من میخواستم مدت هاست از شما سوال بکنم.
ببینید هر حیوانی در یک نقطه از دنیا به وجود میاد یا بسته وابسته به اونجاست، مثلا کانگرو مال استرالیاست. من میخواستم ببینم شطور مال ایران یا عربستانه؟ اینو اگر جواب من همین الان بده. بله بله خدمتتون توضیح میدم. نه میخواستم در دنباله این یک نظری دیگه من داشتم. میخواستم ببینم اگر که این شطور مال ایران نیست، توی برنامه شما که شروع میشه توی لوگوش دو تا عکس شطور با یه ساربان میاد که شکل عرب داره، اون منو خیلی اذیت میکنه. آیه عرب نیست اصلا، بلوچه. اجازه بده خدمتتون عرض میکنم. خیلی سوال خوبی. خیلی ممنون، لطف دارید. خیلی 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 سوال خوبی کردین عزیزم. من دیشب توضیح دادم که نقش شطور در اقتصاد ایران چه بوده. همه اقتصادی مملکت بر گرده شطوران بوده عزیزم. امپراتوری های ایران رو با پشتیبانی این حیوان بیچاره انجام می شد. جنگ ها، لوجستیک ارتش ها، عرض می کنم همین ما بچه بودیم در سن ما همه این مال و تجار از جنوب و شمال، شمال به جنوب، قدار که نبود که شطور ها می بودن بیچاره بدبخت این شطور. اما می خواهم این مثلا خدمت عرض کنم، هنوز در ایران می دونید شطور 1200 سال پیش از میلاد اهلی شده، یعنی گرفتن و استفاده کرد. هنوز در ایران گله های شطور وحشی هست، شاید یکی از معدود جاهای جهان هست ایران که هنوز شطور به صورت وحشی. من در هندوستان گاو به صورت وحشی دیدم، بسیار قوی بودن این گاوهایی که دیدم، یکی دو سه تا دیدم شب بود. گفت اینا میان مزارع رو میکوبن و میرن میخورن اینا. در آمریکا اسب به صورت وحشی هست، در ایران خر به صورت وحشی هست. این که ما میگوییم گور خر در ایران، گور خر، اون گور خر نیست، اون خر وحشی عزیزم. گورخر زیبرا خط داره، خورر. این که در ایران در کرمان و بخش کبیر هست خر وحشیه. یعنی اینا از هزاران هزار هزار سال که اینا بودن اونجا، وقتی گرفتن عدهشون رو اهلی کردن، اینا هنوز به صورت وحشی هستن. هنوز در ایران گله های شطور وحشی که هنوز بشر اینا رو نتوانسته اهلی بکنه هستن، یعنی در اونجا به وجود اومدن، در زندگی میکردن بیچاره ها. منتها فراموش نکنیم که شطور به واسطه بیولوژی این حیوان، بهش میگوین قایق صحرا، یعنی شطور این توانایی رو داره که تا حدود 50 گالون یا 50 لیتر، یه چیز خیلی زیادی، آب رو در گلبول‌های قرمزش ذخیره میکنه و میتواند چندین شبانه روز بدون آب حرکت بکنه. و این پاهای این شطور زواسه برای صحرا ساخته شده. حیوان فوق‌العاده است. اونم که شما میبینید عرب نیست اونجا. اگر عرب میبود شما نباسی ناراحت میشدین، چون ما در ایران حداقل 2 میلیون هموطن داریم که به زبان عربی صحبت میکنن، اونم بلوچه که ایستاده با شطورش. توجه میکنید؟ شما ادبیات فارسی رو نگاه بکنید، در غزل‌های سعدی، در ادبیات گذشته ایران همیشه نام کجاوه و شتر و ساروان و کاروان و همه اینا هست. وقتی کاروان حرکت می‌کرد، کاروان قاطر که نبود، کاروان اصلا نبود، کاروان شتر بود، به خاطر اینکه طاقتی که این حیوان داشت، بسیار نقش داشته این حیوان. شما شاید نگاه نکردید، عرض کردم ایرانیان جنگ بزرگ رو علیه تراسوس به واسطه این شترها بردن. یعقوب لیث که حمله کرده به چیز، میگویند تا 5000 شطور داشت که اینا لوجستیک ارتشش رو با این شطور ها میدن. من نمیدونم من علیه شطور چرا باید تعصب داشته باشه. بودن اتفاقا شطور از اون حیواناتی است که چون خیلی خاص قیافش و اینا بسیار محبوبه، حتی در مغرب زمین که شطور هم تو آمریکا میان، من ندیدم، نیست اینجا. یه نوع شطور هست به نام لاما در بخش شیلی اونجا هست. داستان‌های زیادی داره این شطور. اما همین خب مقصودم این بود، به جهت اینکه عربستان و بخشای اون منطقه اسب نمیتوانست زندگی بکنه یا حرکت بکنه، در بخشای البته یمن و جایی که آب بود اسبای تعلیم میدادن و اسب بسیار کم بود در عربستان، همه کارهاشون با شطور بود، زندگیشون با شطور بود. اما همه زندگی ایرانی با شطور نبود. مثلا شما در بخشای آذربایجان و عرض میشود که گیلان و مازندران اینها جای شطور نبود، به جهتی که اون شطور بایستی در صحرا و بیابان زندگی بکنه. و همین دلیل هم وقتی اعراب به ایران مهاجرت میکردن،
به ایالاتی میرفتن، جایی میرفتن که بتوانن شتراشون در اونجا با محیط بتوانن زندگی بکنن. میبادن بیشتر به بخشای کویری قم و کاشان و منطقه خراسان، اینا هرگز اینا به منطقه رشت و اینا شتر نمیبردن، نمیرفتن، اصلا مهاجرت خیلی کم میکردن. در یک مهاجرت قریب 200,000 تن از اعراب مهاجرت کردن به خراسان با شتراشون، چون به شتر خیلی علاقه داشتن به دلیل واضح. این برای تحقیر عرب نیست، این حقیقت امره. سوارش میشد، اقتصادش با اون بود، شیرش رو میفروخت، شیرش رو میخورد، پوستش رو خیمه میکرد، رودش رو زه میکرد، از استخونش دست چاقو و کارد و فلان میساخت. خلاصه زندگی این دنیاییش رو، اقتصادیش رو این شطور تعمیم میکرد. برای ایرانیان بخشی از عرض میکنم مراتب اقتصادی ایران و اینها رو در بخشای جنوبی کشور که سهاری بود و اینها از شطور استفاده میشد. امیدوارم این تصویر شما رو ناراحت نکنه واقعا، چون خیلی هم تصویر زیبایی است. بفرمایید، درود بر شما. سلام مشیری، خسته نباشید. قربان شما. از برنامه خیلی زیباتو متشکرم. الان هستم از یوتا تماس میگیرم. درود بر شما، حالتون چطوره؟ واقعا میخواستم یه چند تا کامنت داشتم خدمتتون بدم. بفرمایید عزیزم، منتظریم بشنوید. شما واقعا جز معدود روشنفکران با سوادان ایران هستین که وقتی صحبتی میکنید و حرفی میزنید شروع میکنید سند آوردن، کراس رفرنس میکنید، و این من متاسفانه بین دانشمندای ما، اونایی که دیندار هستن و اونایی که خنددار اینجا ضد دینم هستن، نگاه میکنید کتاب رو میخونید 2000 صفحه جناب مشیری کتاب نوشته یا ضد دین مثلا یا بربرای دین، آقا دو تا رفرنس نداره. من میگم خیلی بده قربان، ورق میذارم میگم آقا این آخه این آقا طرف هستم، میگه این خیلی کتاب خوبیه جدید اومده اینو بخریم. یعنی آقا این 2000 صفحه رو، یعنی اومده همه رو از مغز خودش، از اکتشافات خودش، از تحقیقات خودش نوشته، یه خط مثلا نیست. بعد من نگاه میکنم این غربی ها مثلا 50 صفحه کتاب مینویسه، 10 صفحه رفرنس داره. بله بدون رفرنس نمیشه. خطش رو گفته من از اینجا رو اینجا بودم، بقیهش گفتار خودم هست. اینکه واقعا امیدوارم کسایی که روشن فکر هستن برنامه شما رو میبینن یه مقدار یاد بگیرن، اگر چیزی مینویسن بله. یه مقدار حداقل یاد بگیرن چجوری رفرنس بیارن، این حرفای دیگران رو ندازن به نام خودشون. بله. و یکی این بود. یک مسئله دیگه هم که سوالی که داشتم خدمتتون، میخواستم یه مقدار درباره، چون یه آقایی هم تماس گرفت این موضوع صحبت کردن، اینکه یه مقدار درباره نظر، اینکه مثلا فرض مثال من بگم من از رنگ قرمز خوشم بیاد، یعنی مثلا اپینین، یعنی مثلا من نظرم اینه که رنگ قرمز خوبه، شما میگید رنگ آبی بده، اوکی؟ این فرق میکنه با اینکه شما درباره یک موضوع تاریخی بیا بشینید صحبت کنید، مثلا بیاید بگید در فلان تاریخ 1000 نفر آدم کشته شدن، حالا میخواد نظر من خوشش بیاد، میخواد نظر من بدش بیاد، شما به عنوان یک کسی که داری تاریخ رو نقل میکنی میگه آقا حقیقت اینه، حالا شما هر جوری میخوای برخورد باش بکنه. یه مقدار من دیدم ایشون گفتن عقیده، این یه مقدار متفاوته. این که مثلا من بگم بله حضرت علی 13 متر قدش بوده، حالا من شده جوری، اما واقعیت تاریخی چی میگه؟ حالا شما اونو دارید عرضه میکنید برای مردم. و ببخشید زیاد سوال کردم. سوال آخرم این بود، معذرت میخوام، دو تا بیشتر کامنت بود. این که جناب مشیری، چرا وقتی ما تاریخ رو مطالعه میکنیم هرچی آدمی که در زندگیشون به قول جنوب شهری های تهران سوتی داشتن، یه آدم کش بودن، نمیدونم یه جایی پدر مردم رو در بردن، اینا اومدن ادعای پیغمبری کردن، آدم هایی که مخلص و خالص بودن، مثلا دین جدیدش مثل مادر ترسا، مثل نمیدونم سنت فرانسیس، من خود مسیحی هستم از این اسمو میارم، معذرت میخوام، چرا آدم هایی که انقدر مثلا محبت داشتن، اینا همیشه گفتن ما مثلا عرضم به خدمتتون هیچی نیستیم و ما فقط سعی کردیم کمک کنیم، اما هر کی شما تو تاریخ مطالعه میکنی، عرضم من خودم توی ایالتی هستم که مورمنا هستن، یا آقای اسمش جوزف اسمیت که مثلا به عنوان بله. قبول داره،
زندگیشو میخونی بینی همش به دستخود بازی اذیت کردن، یکی برعرهش حرف میزنه تو روزنامهش رو آتیش میزده. بله اکثر شخصیت مذهبی میخونی بینی چرا آخه هرچی آدم پدر سوخته است ادعای پرامبری میکنه، هرچی آدم حسابی و فهمیده و محبت داره اینا میگن ما چیزی نیستیم، ما فقط یک کانستانی. ببخشید وقتتون رو. درود بر شما، متشکرم عزیزم، ممنونم، خیلی لطف فرمودید. فراموش نکنیم که بنده ساعت 11 بایستی با آقای مهری صحبت کنم، امروز به خاطر قطعی کردن بعد 15 دقیقه بنده باید با شتاب بسیار خودم برسونم منزل که با آقای مهری از ساعت 11 صحبت میکنیم. به مدت 12 سال است که این است که ما بایستی برنامه رو ببندیم. اگر اجازه بفرمایید ما جواب سوال شما رو چهارشنبه شب آینده خدمتتون بدم، چون وقت ما در اینجا به پایان رسیده و در باب این بایستی بعد صحبت کنیم. این موضوع پیغمبری و اینها هم در بابش باید صحبت کنیم. این داستان فقط در این بخش خاورمیانه است که مطرحه، در سایر جای جهان اساسا مطرح نشده به این وجه که از اون بالا من اومدم، از اون بالا اونی که دنبالش میگشتنی منم. این همه ادعا بوده. تنها خردمند روشنبین و دلیلی که ما در تاریخ ما داشتیم محمد ابن زکریا بود، رازی، مرد بزرگ در اون فضای خاصی که به وجود آمده بود که داد و ستد فکری آزاد بود. این مرد قلم به دست گرفت، نقدی نوشت، گفت آقا اینا میسر نیست، خلاف عقل ممتنعه، اساسا از عدل خداوندی به دوری که یک نفر رو بر بکشه به پیغمبری بر بقیه برتری بده، این از عدل خداوند به دوره و ما میتوانیم اینها فقط باعث فساد در زمین میشن، سبب نفاق و تعصب و آدم کشی و جدا کردن آدم ها میشوند. کتابی هم نوشت به نام مخاریق الانبیا، مخاریق یعنی دروغ های انبیا. اون رازی بزرگ کتابش رو سوزاندن، از ردیه هاش ما میفهمیم که رازی چه میگفته. باری وقت ما در اینجا به پایان رسید، با سپاس از همه شما هموطنان بزرگوار و سپاس ویژه از مهیار دوست عزیزم در اتاق فرمان، برنامه رو امشب میبندیم. روز شنبه خدمت شما خواهم بود. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.